تحقيق التوحيد. سخن ما درباره محقق ساختن توحید هست. تحقيق التوحيد اي تخليص التوحيد، نخلص التوحيد، ننقي التوحيد، نصفي التوحيد. منظور از محقق ساختن توحید پاک کردن توحید به طور خالصانه و پاکسازی اون از مسائلی است که در برابر اون قرار داره. لابد نخلص التوحيد من الشرك اكبر واصغر. باید توحید را از شرک اصغر و شرک اکبر پاکسازی کنیم والبدع و همچنین از بدعت ها پاکسازیش کنیم والمعاصی و همچنین از گناهان و معصیت ها. کیف یکون تحقیق التوحید؟ چگونه می توانیم توحید رو محقق بکنیم؟ بالقلب اعتقاد، با اعتقاد قلبی و باللسان و همچنین با زبان و بالجوارح و همچنین با اعضا و جوارح بدن. نحقق التوحید بالاقتداء بابراهیم علیه الصلاة والسلام لانه هو امام الحنفاء. ما توحید رو با پیروی از ابراهیم علیه السلام که امام موحدان هست به روش او محقق می سازیم. نعم و کذلک الاقتداء بسادات الاولیاء الصحابه رضوان الله علیهم و همچنین با اقتدا کردن به بزرگان و سرآمدان اولیاء الهی که همون صحابه رضوان الله علیهم اجمعین باشند و بالبعد عن المشرکین و همچنین با دوری گزیدن از مشرکان. لابد ان المسلم يبتعد عن المشرك. مسلمان باید و حتما باید از مشرکان دوری گزیند و يكون تحقيق التوحيد بأن تبقى وتثبت على التوحيد حتى وإن كنت وحدك. از جمله موارد محقق ساختن توحید این است که انسان بر توحید ثابت قدم و استوار بماند، پایداری ورزد ولو اینکه یکی و تنها باشد. لأن النبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة ولم يجبه أحد. زیرا روز قیامت پیامبری از پیامبران الهی برانگیخته میشه در حالی که تک و تنهاست و هیچ کس او رو اجابت نکرده. اسأل الله سبحانه وتعالى جعلني وإياكم من المحققين والله أعلم. از الله متعال میخواهیم که ما رو از جمله موحدانی قرار بده که توحید رو محقق میکنند.